سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی، البته ترسناک، حرف میزنیم. پرونده‌ای که میخوام در موردش امروز صحبت بکنیم یکی از خبرسازترین و فجیع‌ترین پرونده‌های قتل حل نشده‌ایه که توی آمریکا اتفاق افتاده. به گفته برخی اگر پرونده اوجی سیمسون اتفاق نمی‌افتاد، این پرونده میتونست خبرسازترین پرونده تاریخ آمریکا باشه. با این حال چیزی از عجیب و غریب بودن این پرونده کم نشده. بریم با هم شروع کنیم. سم و مرلین در دوره دبیرستان با هم قرار می‌گذاشتند و پس از اینکه سم از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد، در سال 1945 با هم ازدواج کردند. سم تا مدرک دکترا ادامه تحصیل داد. او به همراه پدر و برادرانش یک بیمارستان خانوادگی را اداره می کردند. اونها در خانه مشرف به دریاچه اری ساکن شدند. مرلین در کنار خانه‌داری و مادری کردن کلاس‌هایی هم در کلیسا داشت و کتاب مقدس تدریس می کرد. اونها به ورزش خیلی علاقه‌مند بودند و اوقات فراغت خودشون رو اسکی روی آب انجام میدادن یا اینکه گلف بازی میکردن، با دوستاشون مهمونی میگرفتن و در کل همه اطرافیان اونها رو زوجی خوشبخت میدونستن که ازدواج موفقی دارن. به نظرم خانواده خوشبخت و نرمالی هم میومدن. دقیقاً، همه اونها رو یه خانواده فوق‌العاده شاد میدونستن و البته مرفه هم بودن، بی تاثیر نبوده این. با این حال در 4 ژوئیه سال 1954 مرلین و سم میزبان یکی از همسایه‌هاشون بودند که برای دیدن فیلم و شام به خونه اینها اومده بودند. سم کمی بعد از نیمه شب روی مبل خوابش میبره و مرلین همسایه‌ها رو بدرقه میکنه و سم از خواب بیدار نمیکنه. خودش تنهایی به اتاق خوابش میره و میخوابه. اتفاقاتی که توی چند ساعت آینده میفته هنوز که هنوزه، بعد از 67 سال به صورت یک راز و معما باقی مونده. ساعت 5:40 بوده که سم به شهردار اسپنسر هوک زنگ میزنه و به شهردار میگه او خدای من اسپنس، سریع به اینجا بیا، من فکر میکنم اونا مریل رو کشتن. شهردار سریع با همسرش به خونه سم رفتن و سم رو در اتاق کارش پیدا کردن، در حالی که پیراهن تنش نبود، گردنش رو گرفته بود و به نظر میومد توی شوکه. شهردار و همسرش بلافاصله با پلیس تماس گرفتن و اولین پلیس ها ساعت 6 صبح به خونه سم اومدن. حالا جای سواله که چرا اول با پلیس ها تماس نگرفته، خودش زنگ زده اول به شهردار؟ برای من این سواله که مثلا خب یه اتفاقی افتاده، تو همسرش رو توی خون پیدا کردی، چرا اول به پلیس زنگ نمیزنی، به شهردار زنگ؟ شهردار پلیسه. بریم ادامه داستان رو بشنویم. پلیس گزارش داد جسد مرلین دراز کشیده پیدا شد. صورتش به طرف در بود و به حدی آسیب دیده بود که قابل شناختن نبود. او بیش از 20 زخم عمیق روی سر و صورتش داشت و خون تمام ملافه ها را پوشانده بود. خون زیادی به دیوارها ریخته بود. لباس خواب او را تا حدی درآورده بودند و آلت تناسلی او در معرض دید بود. در نهایت کالبچه کافی زمان مرگ را ساعت 4:30 اعلام کرد و مشخص شد که او 4 ماه باردار بوده است. همچنین وسیله قتل نامشخص بود. در بازجویی اولیه سم گفت که حدود ساعت 4:30 صبح بوده که با صدای جیغ همسرش از خواب میپره. اون میگه که من بین جیغا فهمیدم که همسرم داره اسم منو صدا میزنه. سریعا به طبقه بالا میره و در تاریکی در کنار تخت همسرش یه موجود سفید رو میبینه، یه شکل سفید رو میبینه. اون میگه که من با این موجود سفید درگیر شدم و اون یه ضربه به گردنم زد و من بیهوش شدم. بعد از اینکه سم به هوش میاد، اول نبض همسرش رو میگیره و متوجه میشه که همسرش فوت کرده. بعد از اون سریعا به اتاق پسرش میره تا ببینه پسرش حالش خوبه یا نه، که ببینه با وجود همه این جیغا پسرش هنوز خوابه. اون میگه که من از طبقه پایین یه سری سر و صدا شنیدم. بعد که میره طبقه پایین، اون موجود سفید رو میبینه که داره از در پشتی خارج میشه. میگه من تا ساحل دریاچه اری دنبال این موجود رفتم و پریدم روش.
در همین حین دیدم که موهای پرپشتی داره و قد بسیار بلندی داره. سم میگه که من احساس کردم دارم خفه میشم. احساس کردم که دارم میپیچم و همین هم باعث شد که بیهوش بشه. بعد از اینکه سم به هوش میاد متوجه میشه که زارب پیراهنش و ساعت سم رو با خودش برده. حالا به نظر تو این موجود سفید مثلا میتونه چی باشه؟ مثلا جن بوده، روح بوده، چی بوده؟ ببینه سم خب گفته که من اینو دیدم و اصطلاحی که خود سم به کار میبره وایت فورم، یعنی میگه وایت فورم و بعدن به این لقب موجود دوپا میدن. خب ببین من میگم اگه سم میخواست خودش بکشه، اگه اینو ندیده بود میگفت یه مردی کشته. آره، یه آدرس غلطی مثلا، یه آدرس غلطی میداد، نه اینکه بیاد بگه من یه وایت فورم دیدم. آره، یه نظرم من دارم، به نظرم مثلا ممکنه مشروب خوردن زیاده روی کرده بوده باشه، یا اینکه از خستگی کار بوده که مثلا اینجور چیز موجود سفیدو دیده، و اینکه حتی مثلا از هوش رفتنش هم ممکنه حتی به خاطر اینم بوده باشه. هیچ کس نمیدونه. در ساعت اولیه ورود پلیس به صحنه جنایت، اونا به دنبال نشونه‌ای بودن تا ببینن قاتل کیه، اما تنها شاهد این پرونده مظنون احتمالی اونها بود، یعنی دکتر سم شپرد. سناریوی اول و قوی ترین سناریو میگه که سم تمام حرفایی که زده دروغ بوده و خودش همسرش رو در خونسردی تمام به قتل رسونده. هیچ اثری از ورود اجباری به خونه پیدا نشد. همچنین سلاح قتل هنوز که هنوزه پیدا نشده و اینکه هیچ سرقتی صورت نگرفته. تمام کشوهای خونه مرتب بوده و به نظر نمی اومده که کسی اومده باشه خونه رو سرقت کرده باشه. فقط به فقط کیف پزشکی دکتر سم شپرد توی راه رو افتاده بود، در حالی که وسایلش بیرون ریخته شده بود، و چند تا از جامهای ورزشی که اون و مرلین با هم برنده شده بودن، اونها هم داخل راه رو انداخته بودن و شکسته بودنشون. بازپرس گربر ادعا میکرد از روی خونی که روی بالش مرلین پاشیده شده، وسیله که اون باش به قتل رسیده یه وسیله جراحی بوده. بعد از اون اونا تونستن توی بوته‌های کنار خونه یه کیسه پیدا کنن که داخلش یه حلقه، ساعت سم و یه دونه کلید بود که اونا همشون به خون مرلین آغشته بودن. ولی فقط همینا، در مورد همینا حرف زدن ها، در کنار همه این حرفا یه سری حرفا هم پیش اومد. مثلا یکی از همسایه‌های مرلین به بازپرسا گفته بود که مرلین بهش گفته که شوهرش عقیمه، به خاطر اینکه خیلی در معرض اشعه ایکس قرار گرفته. به خاطر همین احتمال داره سم همسرش رو به این خاطر به قتل رسونده باشه، چون فکر میکرده که بچه که مرلین حامله است از یک نفر دیگه باشه. اما همه این حرفا یکو از بین رفت، جایی که مشخص شد سم با یکی از پرستارهای داخل بیمارستان در ارتباطه به اسم سوزان هیس. چند روز بعد از قتل مرلین، بازپرس گربر سم رو برای یک بازجویی فراخوند. در این بازجویی که بیشتر شبیه سیرک رسانه‌ای بود، بازپرس مرتباً سم رو میکوبون و میگفت که تو همسرت رو به قتل رسوندی چون میخواستی با سوزان در ارتباط باشی. سوزان هم اومد توی دادگاه شهادت داد و گفت که بله، ما 2 سال با هم در ارتباط بودیم، توی اون مطب با هم سکس میکردیم، داخل ماشین با هم سکس میکردیم و همینها باعث شد که رسانه ها بیش از گذشته سم رو قاتل همسرش بدونن. انقدر فشار رسانه‌ها زیاد بود که شواهدی که به دست اومده بود نادیده گرفته شد. کاراگاه اومدن یه سری سناریو چیدن و با حرف سم رو متهم کردن. سم در دادگاه به قتل درجه 2 محکوم شد و بهش حبس ابد دادن و اون تا 10 سال آینده نمیتونست برای آزادی مشروط درخواست بده. کمتر از 1 هفته بعد مادر سم با اسلحه خودکشی کرد و دقیقاً 11 روز بعد پدر سم فوت کرد. با وجود تمام اتفاقات ناگواری که برای خانواده سم شپرد افتاد، اما برادرانش هیچ وقت دست از حمایت کردن اون بر نداشتن.
بلافاصله بعد از اینکه سم به حبس ابد محکوم شد، برادرانش اومدن یه متخصص پزشکی قانونی استخدام کردن، چرا که در دادگاه هیچ شواهدی ارائه نشده بود، در صورتی که در صحنه جرم اثر انگوش پیدا شده بود، خون شخص سومی پیدا شده بود، اینها همه نادیده گرفته شده بود. حتی در روزی که بازپرس گربر وارد صحنه جنایت شده بود، به دو تا از بازپرس‌های جوان‌تر گفته بود که مشخص کار دکتره، خودش این کارو کرده. پس یعنی از اول همینجور انتخاب کرده بودن که یعنی اون قاتله. دقیقاً، یعنی هیچ تلاشی نمی‌کردن. می‌گفتن که این یه جنایتی که داخل خونه اتفاق افتاده و سم این کارو انجام داده. ببین، به خاطر فشار رسانه‌ها شاید بوده که سریع‌تر فرصت جمع‌جورش کنه. نه، چون روز اول که رسانه اونجا نبوده. اون از لحظه اول انتخاب کرده بوده که سم جنایت دوست داشته. تقریبا 10 سال از زمانی که سم در زندان بود گذشته بود و اون میتونست برای آزادی مشروع درخواست بده. در همین بینابین بود که وکیل سم درگذشت و برادرانش براش یه وکیل جدید گرفتن. شاید براتون جالب باشه، اما این وکیل جزو تیم رویایی اوج سیمسون بوده. در ابتدای کار این وکیل درخواست داد و گفت که قاضی پرونده باید عوض بشه، چرا که اون داره جانبدارانه عمل میکنه. حتی قاضی به یه نفر گفته بود که من قرار این پرونده رو باز کنم و دوباره ببندمش و سم باید بره زندان و اون مجرمه. در سال 1964 که دادگاه برگزار شد، وکیل سم ثابت کرد که حقوق اولیه سم زیر پا گذاشته شده و حتی قاضی پرونده گفت که دادگاه‌های گذشته تمسخر عدالت بوده و سم از زندان آزاد شد. در سال 1966 مجدداً دادگاه دیگه‌ای برگزار شد. در این دادگاه متخصص پزشکی قانونی فراخوانده شد. متخصص گفت که بر سر ضربه هایی که به سر مرلین وارد شده، خون به همه جا پاشیده شده و باید لباس قاتل هم پر از خون شده باشه، اما سم فقط یک لکه خون کوچیک روی شلوارش داشت. نوع ضربه ها و نحوه پاشیدن خون نشون میده که ضارب چپ دست بوده، در صورتی که سم راست دست بوده، و یا اینکه دندون‌های مرلین در کنارش افتاده بودن و این نشون میده که اون ضارب رو شدیداً گاز گرفته و زخمی کرده، در صورتی که سم در بدنش جای هیچ گونه درگیری و یا گاز گرفتگی وجود نداشت. و اما مشخص در این مدرک لکه خون بزرگی بود که روی درب اتاق مرلین وجود داشت. این خون نه متعلق به سم بود، نه متعلق به مرلین بود و نشون میده که شخص سومی اون شب حضور داشته و زخمی شده که احتمالاً قاتل بوده. و همینطور این پزشک کالبا چکافی حدس میزد که وسیله‌ای که برای ضربه زدن به سر مرلین استفاده شده یک چراغ قوه بوده، نه وسیله جراحی پزشکی. کمتر از یک سال بعد از قتل مرلین، یکی از همسایه هاشون که شناگر هم بوده در آبهای کم عمق دریاچه اری یک چراغ قوه دندونه‌دار پیدا کرده که این پزشکی قانونی حدس میزنه که احتمالاً وسیله قتل همین چراغ قوه است. یکی از پرستارهایی که در ساعت اولیه به سم رسیدگی کرده بود میگفت که سم کاملا پاهاش چروک بوده و انگار طولانی مدت داخل آب بوده. اصلا این نشون میده که سم دروغ نگفته، لب ساحل از هوش رفته به معنای واقعی. و یا اینکه چند تا پزشک متخصص شهادت دادن در دادگاه که گردن سم به معنای واقعی آسیب دیده و مهره دوم گردنش نزدیک بوده که بشکنه بر اثر این ضربه و اصلا نمیتونسته این ضربه رو جعل کنه و یا اینکه بگه این ضربه فیک بوده. چی پسر سم و مرلین سالها تلاش کرد تا یک مظنون برای قتل مادرش پیدا کنه. یکی از مظنونی که اون معرفی کرد ریچارد ابرلینگ بود.
اون سالها در خونه مرلین و سم به عنوان خدمتکار کار کرده بود. یه چیز عجیبی که توی این داستان وجود داره اینه که در خونه سم و مرلین یه راه مخفی وجود داشته که فقط کسانی که داخل اون خونه زندگی می‌کردن از این راه مخفی آگاه بودن و اینکه ریچارد از این راه می‌دونسته. و اینکه زمانی که پلیس‌ها میرن خونه ریچارد، دو تا انگشتری که متعلق به مرلین بوده رو داخل خونهش پیدا میکنن. خب این مسئله رو عجیب میکنه و اینکه مثلا پزشکی قانونی گفته بود که احتمالاً وسیله‌ای که برای قتل مرلین استفاده شده یه چراغ قوه است. خب وقتی که بخوای از اون راه مخفی بیای به نظرم چراغ قوه لازم دیگه. احتمال داره که مثلا این قاتل باشه. و اینکه چند نفر از همسایه‌ها اون شب یه مرد ناشناس رو تو محله دیده بودن. وقتی که اومدن تصویرش رو بازسازی کردن به نظر من شبیه ریچارد وقتی که نگاش میکنی، مخصوصا اگه مو داشته باشه. با این حال در اون زمان رسم به این بود از مجرمین تست دروغ سنج میگرفتن و خب ریچارد تونست تست دروغ سنج رو به خوبی پشت سر بذاره، به همین دلیلم از این جنایت پاک شد. اما در سال 1989 اون به جرم قتل یک نفر دیگه به زندان افتاد. 9 سال بعد زمانی که در بستر مرگ بود به یک نفر اعتراف کرد که اون مرلی شپردو به قتل رسونده. اما چون خودش به پلیس این اعتراف رو نکرده خب نمیتونستن قبول کنن. آره. سناریو بعدی میگه که استر همسر شهردار اسپنسر هوک قاتله. وکیل سم معتقد بود که قتل توسط یک زن دیگه اتفاق افتاده. شایعاتی وجود داشت که مرلین و شهردار اسپنسر با هم رابطه جنسی دارن و اون میگفت که احتمالاً استر به دلیل حسادت زنانه این کارو کرده. در صبح قتل مرلین در خونه شهردار اسپنسر با وجود اینکه دمای هوا حدود 20 درجه بود، اونا شومینه رو برای طولانی مدت روشن کرده بودن و وکیل سم میگفت این کار برای سوزاندن لباسای خونی بوده و البته شهردار و همسرش هم هیچ دلیلی برای روشن بودن شومینه نیاوردن. و همچنین باید اضافه کنم که استر دست چپ بود. و اما سناریو آخر، FBI معتقده که قتل مرلین توسط سرگور جیمز کال صورت گرفته. اون خلبان نیروی هوایی آمریکا بود و در سال 1954 یعنی سالی که مرلین به قتل رسید، اون شروع به انجام قتل زنجیره‌ای کرد. به صورت دیوانواری به خونه‌های مردم وارد می‌شد و هر کسی که سر راهش بود و به قتل می‌رسوند. و همچنین ما گفتیم که مرلین احتمالاً مهاجم و گاز گرفته و این آقا روی دستش یه جایی رو داشت که نشون می‌داد به شدت گاز گرفته. با این حال اون منکر این شد که مرلین رو به قتل رسونده. همونطور که گفتیم در سال 1966 دادگاهی که برگزار شد سم تبرئه شد و قاتل مرلین برای همیشه نامشخص باقی موند. سالهای پایانی زندگی سم چندان شاد و خوب نبود. اون زمانی که در زندان بود شروع به نامه‌نگاری با زنی به اسم آریان که آلمانی بود کرد و روز بعد از آزادی از زندان بلا فاصله با آریان ازدواج کرد و بعدم متوجه شد که همسر خواهر زنش وزیر تبلیغات هیتلره. سم پس از آزادی از زندان تونست لایسنس پزشکیشو برگردونه و دوباره به کار پزشکی برگرده و کار کنه. اما متاسفانه به دلیل اینکه الکل زیادی مصرف میکرد و مواد میزد، دو نفر از بیماراش فوت کردن و خب خانواده اونها رفتن به دلیل قصور پزشکی از سم شکایت کردن و لایسنس سم رو باطل کردن و همسرش آریان هم از اون جدا شد. بعد از مدتی سم وارد کار کشتی شد و اتفاقا کشتیگیر ماهری هم شد و تونست عصبانیت خودش رو تا حدودی مهار کنه و لقبی که به خودش داد لقب قاتل بود. یعنی اونجا افرادی که اونجا بودن به اسم قاتل میشناختنش.
بعد از مدتی اون با دختر رئیس همون باشگاهی که توش کار میکرد ازدواج کرد. دختر ظاهراً 20 سالش بوده و در آخر دکتر سم شپر در سن 46 سالگی به دلیل نارسایی کبد درگذشت. ظاهراً در روزی که فوت کرده 1.5 لیتر الکل مصرف کرده بوده. حالا به نظر تو قاتل بوده یا نه؟ من فکر می‌کنم نبوده. من فکر می‌کنم نبوده. بیانم قیافش نه به شخصیتش اصلا نمیخورده. با این حال این داستان تموم شد. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. عکس‌های مربوط به صحنه جنایت رو میذارم داخل کانال تلگرام و داخل سایت. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.